بررسی مانی این دبنک 2024. این ایونت با مسابقه من این دبنک لادر مچ مردان آغاز میشه بین مین ایونت جی اوسو در مقابل ال ایدولو اندراده در مقابل مگا استاره لی نایت در مقابل استاد چد گیبل در مقابل کارملو هیز در مقابل اسکاتیش واریر درو مکینتایر. این مسابقه همون ابتدا درو آگلاسکوکیس به اندراده سلام میکنه ولی خودش توسط جی و الی از رینگ شوت میشه بیرون که علاوه بر درو میتونن کارملو و چد رو هم از رینگ خارج کنن. رینگ خلوت میشه و آقای ویت و آقای یه فیس تو فیس میشن اما درگیری بینشون شکل نمیره. کارملو و چد با وارد کردن نردبون به رینگ حال و هوا رو عوض میکنن. درو موفق میشه همه رو به جز اندراده با نردبون بزنه و اولین نفری میشه که تلاش میکنه تا کیف رو برداره اما چد گیبل جلوشو میگیره و تو همون حالت سابمیشن اجرا میکنه که اندراده با لگ دراپ تو کار چد اختلال به وجود میاره. بعد با نردبون درو الی رو میزنه و میره تا کیف رو برداره ولی کارملو هیز با اسپرینگ بورد کلوز لاین جلوشو میگیره. آلردی به چشم میخوره که کمر اندراده زخمی شده و کارملو میره تا به نردبون پرسش کنه ولی اندراده خیلی خوشگل اسپرینگ بورد ریورس اسپانیش فلای با تمام نردبون اجرا میکنه. هر دو کشتیگیر سر این حرکت نابود میشن و رینگ رو برای درو جی خلوت میکنن که توی درگیری این دو شاید اجرای ساموی اندراپ و اسپیر میشین. چد گیبل خودشو میندازه وسط اما جی با انزوگیری ازش پذیرایی میکنه و میره تا به نردبون بکوندش ولی چد مقاومت میکنه و سوپلکس میزنه. بعد به درو هم سوپلکس میزنه. کارملو میاد وسط که به اونم کیاسته اوری میزنه. آندراده میاد که چد با سوپلکس زدن به نردبون آندراده رو هم میزنه. بعد میره که کیف رو برداره اما الی با دروردن شورت چد جلوشو میگیره و یه نکبرکر خطرناک روی نردبون اجرا میکنه. کارملو و الی خارج از رینگ به درگیری ادامه میدن که الی نردبونی رو بین رینگ و میز گزارشگران ستاپ میکنه و میره تا ملو رو بهش پیوند بده ولی با فرست 48 سورپرایز میشه. حالا نوبت کارملو میشه که بره تا کیف رو برداره اما چد با اجرای انکل لاک اجازه نمیده. درو سرکلش پیدا میشه و به چد تجاوز میکنه و اندراده کلیمور کیک میزنه و برای بار دوم تلاش میکنه تا کیف رو برداره ولی جی و الی و همکاری هم مانع میشن و به درو بی اف تی و اسپلش میزنن. بعد همزمان از نردبون بالا میرن و شروع به رد و بدل کردن ضربات مش میکنن. کارملو آتیشی میکشه زیر نردبون و بعد پریدن روی چد و اجرای ناتینگ بات نت به روی جی دست خودشو به کیف میرسونه ولی اندراده و نردبون میاد بالا سرشو سانست فلیپ آور بامب اجرا میکنه. موقعیت برای الی نایت عالی میشه ولی چد با یه بلی تو بلی سوپلکس خوشگل الی رو نردبونی که خودش خارج از رینگ ستاپ کرده بود میکنه و موقعیت رو براش افتضاح میکنه. بعد با خیالی راحت میره تا کیف رو برداره که هولی شت جی اوسو نردبون رو از زیر پای چد بر میداره. چد میفته و جی در جا اسپیر خودش رو فرو میکنه. بعد میره که مستر من این دونک بشه ولی درو نردبونی رو پرت میکنه تو کالبد جی و در جا کلیمور کیک میزنه. درو از نردبان بالا میره و تمام برنده و مستر من این دونک درو مکینتایر معرفی میشه. درست همونطوری که توی شو را گفت. پس الان باید منتظر کش کردنش برای کمربند سنگین وزن باشیم. این مسابقه خوب 4 ستاره میدم. دومین مسابقه سر کمربند اینترکانتیننتال بین بران بریکر با موزیک جدید. اول موزیکش خوبه اما بعدش تبدیل به فاجعه میشه. یوتیوب اجازه نمیده کاملشو براتون بذارم. به هر حال در مقابل قهرمان این کمربند سمی زین. توی این مسابقه بران کامل با زدن سمی مومنت ها رو به دست میاره و سمی مثل یک کشتیگیر تازه وارد برخورد میکنه و به سخره میگیرته.
در نهایت زمانی که بران آماده اجرای اسفیر میشه، سمی با بلو تاندربام به جوابشو میده، ولی بران به این سادگی کدرخور نمیشه و فرانکشتاین میزنه کاور سمی کیکاوت میکنه. سمی از رینگ خارج میشه و بران میره تا خارج از رینگ بشه اسفیر بزنه، اما سمی مشابه درگیریشون توی شوی را اسفیر رو جا خالی میده، ولی با این تفاوت که بران درساشو خوب یاد گرفته و به پلکان منتقل نمیشه، به جاش سمی رو با پرشی وهن میز گزارشگران میکنه جوری که زانوی خودش به فاک میره. سمی رو به رینگ برمیگردون و آماده اجرای گوریلا پرس میشه، اما سمی قصر در میره و اکسپلودر میزنه، بعد میره برای هلواکی که بران با زانو میره تو حلقشو سریع پاور اسلم میزنه و آماده اسپیر میشه که سمی با کیک مانع اجرای اسپیر میشه و ساده با اجرای یه هلواکیک بران برکر رو شکست میده و برنده و همچنان قهرمان کارمند اینترکانتیننتال معرفی میشه. سه ماهه که کمربند دست سمی زین و تا الان مسیر قهرمانیش به من یکی حال نده. کل مسابقاتش شده اسپام 5 تا حرکت. دوستاشم که بران برکر بیشکست تا الان البته صفحه جدیدی برای این کمربند باز کنه، ولی نه، همچنان سمی زین به عنوان قهرمان کمربند اینترکانتیننتال شناخته میشه. این مسابقه به زور دو ستاره میدم، اونم فقط به خاطر بران برکر. اعلام میشه که به به پیلی بعد بلاد بعد 20 سال برگشت و قرار 5 اکتبر در آتلانتا این ایونت برگزار بشه. بعد نیست بدونید که مسابقه هل این سل از دل این ایونت بیرون اومده. میزبان من این دبنک تریش استراتوس وارد میشه. تریش برامون سورپرایز در نظر گرفته و جان سینا رو معرفی میکنه. جان سینا با حوله‌ای که روش نوشته آخرین بار اعلانه وارد میشه. جان برامون خبر ناراحت کننده ای داره و به طور رسمی بازنشستگی خودش رو اعلام میکنه. جان میخواد در آینده در شو رای که قرار از نتفلیکس پخش بشه حاضر بشه. علاوه بر این حضور خودشو در رویال رامبل و الیمینیشن چمبر 2025 هم اعلام میکنه و میخواد که به کریر خودش در رسلمنیای 40 خاتمه بده. جان سینا از هواداران تشکر میکنه و جمله معروفش رو یکم تغییر میگه. If you want some, hurry up and come get some because the last time is now. توی بکستیج ججمنت دی رو نشون میدن که دیمین از بچه ها میخواد که به هیچ عنوان توی مسابقهش دخالت نکنن. دیمین آکسون حرفش رو روی فین میذاره که فین هم مشکلی نداره، به دستور رئیس عمل میکنه. مسابقه سر کارمند سنگین وزن وین سس فریکن رالینز در مقابل قهرمان کارمند دیمین پریست برگزار میشه. توی این مسابقه شاید یه روند تقریبا برابر میشیم که دیمین 3 بار سوتی میده. اولی زمانی که میخواد تورنیدو دیتی بزنه، دومی جایی که تصادفی میزنه تو بالزای ست، سومی جایی که ست سوپرپلکس و فالکون رو اجرا میکنه کاور، اما دیمین یادش میره کیک اوت کنه و واضح داور مسابقه شماره 3 رو نمیشموره. عملا ست رالینز برنده شد، ولی خب نباید طبق پلن برنده باشه و دیمین گند زد. تو زد و خوردشون هم هر دوی چشمشون به استیج بود، مخصوصا دیمین چون منتظر بودن درو سرکلش پیدا بشه که در نهایت هم بعد این سوتی این اتفاق میفته و درو کیف رو کش میکنه. مسابقه از حالت تک به تک تبدیل به تریپل ترد میشه و خیلی مسخره دیمین از رینگ قل میخوره میره بیرون. درو آماده میشه تا به ست رالینز کلیمور کیک بزنه، اما ست فینیشر رو به سوپر کیک بدل میکنه و در جا میره برای کورب استاف، اما درو حرکت رو به فیوچر شاگدیتی بدل میکنه و دوباره آماده کلیمور کیک میشه که دیمین با کلوز لاین جلوشو میگیره و میره برای ساوت آف هیون، اما درو در جا کلیمور کیک میزنه که دیمین تو سل کلیمور کیک هم میرینه. اینجا میشه که سر و کله سی ام پانک پیدا میشه و میفته به جون درو، 5 بار با صندلی میزنه تو کمرش و دلش مونه تا با کابل خفش کنه. بعد چشمش رو کمربند میفته و با کمربند میزنه تو کله درو، روی میز گزارشگران میشینه. لقمه جویده شده آماده قور دادن برای دیمین میشه. دیمین ساده با اجرای ساوت آف هیون و پین کردن درو مکینتایر از عنوان قهرمانیش حفاظت میکنه. بعد مچ ست رالینز تو شاخ پانک در میاد، اما درگیری شکل نمیگیره.
به این مسابقه افتضاح یک ستاره میدم به این دلایل. نمبر 1، دیمین چه مرگش بود که اینقدر بد ظاهر شد؟ نمبر 2، پانک رو با درو وارد فیوت کردن، ست اینجا چی میخواد؟ تریپل ترت قرار بشه؟ سرش چی اون وقت؟ ست که با درو با توجه به رسلمنیا 40 مشکلی نداره. نمبر 3، امسال هیجان کیف مانینده بنک رو از بین بردن و عملا سیفون رو به مسابقه لدرمچ مردان کشیدن. نمبر 4، چرا اینقدر تکراری و قابل پیشبینی سی ام پانک به درو حمله میکنه؟ نمبر 5، حالا که فکرشو میکنم یه ستاره هم برای فقط مسابقه زیاده، چرا که مسابقه ست و دیمین شرط و شروط داشت. اگه دیمین به بازه از جاجمنت دی باید بره و اگه ست به بازه تا زمانی که دیمین چمپه حق چلنجشو نداره. که این شرط و شروط چی شد؟ الان دیمین درو رو پین کرد، برای همین ست دیگه حق چلنج کردن دیمین رو نداره. تنها فکری که الان به ذهنم میرسه تا این گند رو جمع کنن اینه که یه ساید استوری با داور مسابقه شل بدن، یعنی مثلا پشت پرده دیمین با داور بسته بوده که به نفعش کار کنه. چیزی که مشخصه اگه شرط و شروط مسابقه رو اعمال کنن، ست دیگه نتونه دیمین رو چالش کنه، سی ام پانک با حضورش هم به ست هم به درو صادقانه رید. پلاس از این شرط این سیگنال رو همیشه دریافت کرد که قراره گونتر قهرمان بعدی کارمند سنگین وزن بشه. نگاه کلی پلن روی کاغذ عالی به نظر میرسه، اما توی اجرا جالب ظاهر نشدن. مسابقه مانینده بنک لدر مچ زنان بین نامی در مقابل زوی سارک در مقابل لایرا والهیریا در مقابل تیفانی استراتن در مقابل چلسی گرین در مقابل ایو اسکای برگزار میشه. توی این مسابقه در جا همه به جز چلسی از رینگ خارج میشن و دوتا نردبون وارد رینگ میکنن که چلسی تلاش میکنه با خود نردبون بزنه تو کیف. گویا چلسی ترس از ارتفاع داره. ایو میتونه با میسل دراپ کیک چلسی رو از رینگ خارج کنه و روند رو ایو و تیفانی ادامه میدن که ایو با میدیورا تیفانی رو هم مرخص میکنه. نوبت لایرا میشه که لایرا ایو رو به نردبون میکنه و تورنیدویتی خودش رو همچین بگینگی با مشکل میزنه و پشبندش فیشرمن سوپلکس با تمام نردبون به ایو اسکای فرو میکنه. بعد میره که کیف رو برداره اما نمیتونه به موقع نردبون رو صدا کنه. زوی با میسل دراپ کیک جلوشو میگیره و سامو این دراپ میزنه. بعد میاد تا با اسلینگ شات سنتان به لایرا آسیب بزنه، اما این وسط خودش بیشتر آسیب میبینه. لایرا سوتی رو تابلو نمی کنه، از رینگ میره بیرون که نامی سرکلش بده میشه به زوی روی نردبون. اسپلیتینگ لگ دراپ و اسپلیت لگ مونسالت میزنه که تیفانی آتیشی میاد و به نامی آلاباما اسلم میزنه و دست به نردبون میشه، اما ایو تو کارش اختلال به وجود میاره. تیفانی هم با نردبون گوشه رینگ گیرش میندازه و به بچه ها خارج از رینگ سوئنتان بامب میزنه. توی رینگ چلسی گرین با ترسش روبرو میشه و میره تا کیف رو برداره، اما ایو با یه نردبون دیگه ساندویچش میکنه و خودش از نردبون میره بالا، ولی لایرا سری ایو رو میاره پایین و خودش میره بالا که ایو تو همون پوزیشن گیرش میندازه و با ضربات پا عروش رد میشه که لایرا بهش سوپلکس میزنه. زوی با کیک لایرا رو از رینگ میندازه بیرون و روی نردبون و تیفانی سر و کله میزنه که نامی یه نردبون برای خودش ستاپ میکنه و شرط جوری میشه که بچه ها انعطاف پذیری نامی رو محک میزنن که نامی با دیدیتی از این پوزیشن سربلند خارج میشه و دست خودش رو به کیف میرسونه، ولی تیفانی جلوشو میگیره. درگیری این دو به خارج از رینگ کشیده میشه که نامی دست به میز میشه. چلسی و تیفانی با هم تو زدن نامی همکاری میکنن و دوتا میز رو کنار هم ستاپ میکنن. توی رینگ زوی و لایرا و یو با هم درگیرن که چلسی و تیفانی هم بهشون ملحق میشن و همگی میتونن دوتا نردبون بین نردبونای وسط رینگ قرار بدن که چلسی و تیفانی قربانیان این دو نردبون میشن. تو همین حین لایرا راحت دستشو به کیف میرسونه، اما زوی با کومودن کمرش به نردبون جلوشو میگیره. زد و خورد بین نامی و چلسی ادامه پیدا میکنه که چلسی مثلا روی نردبون به نامی آنفریتیر میزنه. بعد زوی و ایو رو داریم که تا یه قدمی برنده شدن جلو میرن که هولی شت
زویویو هر دو نابود میشن و چلسی سری میره تا کیف رو برداره، ولی تیفانی کنارش اسپان میشه، از اون بالا پرتش میکنه روی دوتا میزی که با هم ستاب کرده بودن. بعد با خیالی راحت کیف رو بر میداره، تمام، برنده و میس مانین ده بانک تیفی تایم تیفانی معرفی میشه. به این مسابقه خیلی خوب 4.5 ستاره میده. میرسیم به مین ایونت شو، مسابقه سیکس من تگ تیم بین بلادلاین در مقابل کوین اوونز، رندی اورتون و کودی رودز. قبل شروع مسابقه کوین زول میزنه به بلادلاین که رندی میاد و کوین کوتاه میاد. زنگ مسابقه به صدا در میاد و تماشاچیان با گفتن فاک یو سولو از سولو استقبال میکنن و به نظر میاد کودی و سولو میخوان کارو شروع کنن، اما سولو با تمام تگ میکنه. تو درگیری بین این دو، کودی با رانینگ بولداگ کنترل رو به دست میگیره و با کوین تگ میکنه. کوین آتیشی به تاما گوشه رینگ تجاوز میکنه و بچه ها رو به یه شام شاهانه دعوت میکنه. حالا نوبت رندی میشه که تاما رو گوشمالی بده، اما تاما با انگوش کردن تو چشم رندی برای خودش فرصت تگ با یعقوب رو تولید میکنه. یعقوب به سمت رندی حمله ور میشه، اما رندی به خارج از رینگ هدایتش میکنه و یعقوب سری میاد که برگرده، ولی رندی با دیدی مخصوص ازش پذیرایی میکنه و میره برای آرکیو، اما یعقوب سرپا شد و سامویند را پو سوپرکیک میزنه و رندی رو برای سولو آماده میکنه. رندی کدای خوره بلادلاین میشه و بالاخره میتونه با بک سوپلکس خودش رو نجات بده و با کوین اوونز تگ میکنه. کوین همچنان آتیش شعله ور و یه تنه همه رو میزنه و با فرو کردن کنون بال و سونتان بامپ به تاما میاد تا کار رو تمام کنه، اما یعقوب کابر رو به هم میزنه. بعد تاما رو میکشه گوشو و با تگ کردن قانونی میفته به جون کوین. حالا کوین کدای خوره بلادلاین میشه که حتی لوا هم دست به کار میشه. وقتی که کوین فرصت تگ رو به دست میاره به رندی اورتون حمله میکنه. بالاخره زمانی که یعقوب میاد تا کوین رو گوشه رینگ پرس کنه، کوین جاخالی میده و هات تگی شکل میگیره. حالا کودی و سولو به زد و خورد ادامه میدن که کودی میتونه سری پاور اسلام و دیزاستر کیک بزنه. تامو خودشو میندازه وسط و کودی کاتر میخوره. یعقوب میاد که نیومده کودی از رینگ خارجش میکنه و به سولو و لوا سویساید دایو میزنه. یعقوب میاد تا با پیوند کودی به دیواره کنار رینگ خودی نشون بده، اما کودی پرتش میکنه تو جایگاه تایم کیپر. بیچاره اون خانومه. کودی برمیگرده برین که بوم سولو اسپیر میزنه، کاور کودی کیک اوت میکنه. سولو کودی رو بلند میکنه، اما کودی میره برای پدگیری که سولو مقاومت میکنه و میزنه زیر وسط داور. کودی در جا کراس رودز میزنه، اما داوری برای قضاوت نیست. کوین و رندی با خیالی راحت به سولو اسفلش و آرکیو میزنن و میرن برای تریپل پاور بامپ، اما یعقوب سولو رو نجات میده و میره تا کوین رو به پلکان پرس کنه، اما کوین جاخالی میده و داور به اون دنیا منتقل میشه. کوین به یعقوب سه تا سوپر کیک میزنه و به تاما استانر، بعد با پرشی یعقوب رو به میز گزارشگران پیوند میده. کوین تاما رو به رینگ برمیگردونه و میره تا گردنشو بشکونه، ولی لوا تو تلاش دوم میزنه تو بالزای کوین و برادرشو نجات میده که بوم برادرای تنگ نفر یه آرکیو میخورن، اما سولو با سامویان اسپایک رندی رو متوقف میکنه. کودی سری به سولو دو تا کراس رود میزنه و میره برای سومی که یعقوب با پرشی مانه میشه و ایمپلنت دیدیتی میزنه. بعد سولو رو سرپا میکنه و سامویان اسپایک به کالبد کودی رودز فرو میشه. کاور داور با کمک یعقوب به رینگ برمیگرده و میشمره، تمام. سولو سیکوها با پین کردن کودی رودز برندگان مسابقه معرفی شد. به این مسابقه 3.5-4 ستاره میدم. چیزی که واضحه سولو کودی توی سامر اسلام سر کمربند با هم مسابقه خواهند داد. چیزی که مبهمه آیا رومن رینز توی سامرسلام حضور پیدا خواهد کرد؟ و کمکان کمپانی WWE رندی اورتون رو توی آب نمک نگه داشته. توی این مسابقه که اصلا حس نشد رندی چهره مهمیه.
مرسی که این ویدیو رو دیدید. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب منو سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بل کنید. و این امکان وجود داره که از طریق سایت raymits.com/thegametropol6 دونیت کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب زشتیاتون باشید. عجیبه.